درود خدمت هموطنان گرامی، مکانی که دارید مشاهده میکنید برای همه آشناست، آرامگاه حافظ در شهر شیراز، برای همه هموطنان آشناست. مطالبی رو مربوط به این مکان میخوام بگم که مشخصا برای خودم بسیار دردآور، زجرآوری که بخوام توضیح بدمش. اما خب مشخصا 4-5 سال پیشم یه اشاره هایی شد توی هموطن نخواستی بفهمی یا خود به نفهمی زده بودی. البته یه تعداد اندک، بسیار اندکی از هموطنان فهمیدن، الباقی هموطنان درگیر زرق و برق زندگی بودن که ببینن تو مجازی کی زرق و برق زندگی داره و مغز خالی که دنبال اونا را بیفتن. این بدبختی و ضعف و بیچارگی این ملته. اما خب میخواییم یک گزینه ای رو بریم ببینیم، یک گزینه ای رو اینجا که خب برای همه آشناست که آرامگاه حافظه، یک نمای نزدیکش هم ببینیم. این قبر رو میبینی عزیز من، این سنگ قبر رو میبینی که هم مرمره، از سنگ مرمر ساخته شده. آرامگاه حافظ بر مبنای این سنگ قبر مرمر نیست، آرامگاه اصلی دقیقا به زیر این بنا قرار داره، در یک محفظه اتاق حداقلش 2.5 متر یا 3x3 قرار میگیره. دقیقا در زیر آرامگاه قرار داشت این اتاق، این اتاق در زیر آرامگاه قرار داره. پس شما این سنگ مرمری که میبینید قبر نمادین بهش میگن، بهش قبر نمادین میگن، قبر نمادین. و این پیکر اصلی و مقبره اصلی در پایین تر افتاده، در پایین تر دقیقا زیر همین مکان افتاده اتاق. کلیت بزرگی این اتاق رو بخواییم بگیریم به اندازه چارچوب بندی ستونهایی هستش که شما در بالا دارید میبینید، ستونهایی که و تاق سقفی که دارید میبینید. این تاق سقفی فیروزه‌ای دقیقا به پایین پای خودش، نه به این قبر، به این قبر اشاره‌ای نداره، دقیقا به زیر مکان اشاره داره، به زیر مکان، یعنی یک چیزی نزدیک به 5.5 تا 7 متر به پایین تر، 5.5 تا 7 متر به پایین تر آرامگاه اصلی قرار داره. چون حضرت حافظ در دوره خودش هدایای بسیار زیادی و کتابهای بسیاری داشت و همه اینها در آرامگاه اون قرار گرفت و آرامگاه اصلی اون دقیقا در زیر این مکان قرار داشت. البته یک سری از اندوخته های کتاب های حافظ هستش که در یک سری نقاط شیراز دفنه که اونا رو بهتر نگیم، در موردش صحبت نکنیم. اما در مورد این مکان آرامگاه اصلی دقیقا در زیره و یک سری از هدایایی که حضرت حافظ از شاهان و ملکه ها و بزرگان اون دوره گرفته بود و کتاب ها و نسخه های خطی که به دست خودش نوشته شده بود در زیر مکان، یک قسمتیش، نه همش، اما پیکر خودش و یک سری هدایا و کتاب ها دقیقا در زیر همین مکان قرار داشت، در عمق 5 تا نزدیک به 7 متر به پایین تر، دیگه از به 8 متر فکر نکنم برسید، نزدیک همون هم به 7 متره به پایین تر همین مکان قرار داشت. پروژه‌ای برای این مکان گذاشته شد، پروژه‌ای برای این مکان گذاشته شد. این پروژه 4 سال و 5 سال پیش گذاشته شد و سعی کردیم اشاره‌هایی به شما مردمی که دنبال زرق و برقی، نه دنبال مغز و فهم و شور، دنبال زرق و برق زندگی افرادی و این شاخصه گوسالگانه، گاف هاست
که به جای اینکه دنبال مغز طرف باشن، تخصص طرف باشن، دنبال این هستن ببینن طرف ماشین 20 میلیاردی شیه، خونه 50 میلیاردی شیه، چه تیپی میزنه. این شاخصه مردمان گاوه، مردمانی که گوساله به دنیا میان و پستر از گاو از دنیا میرن، مردمانی که دنبال زرق و برق زندگی ها هستن، نه دنبال مغز ها. و مشخصا مربوط به این مکان پروژه چیده شد توسط بهائیت، یهودیت و زرتشتیان، اما در پوشش شیعه و سنی و در پوشش مدیران دولتی و در پوشش نیروهای امنیتی و یه تعدادی از بدنی نیروهای حفاظت اطلاعات، صدا و سیما، میراث فرهنگی که مشخصه تا 97-8% اصلا کلن بهایی و یهودی و زرتشتی هم اصلا همشون. اوقاف هم در همین قضیه بود که این عوامل پروژه رو برای این مکان گذاشتن، پروژه ساخت و سازی که در اینجا شما دارید میبینید. یک پروژه ساخت و ساز برای این مکان شروع شد و یک سری ساخت و ساز هم در این قسمت ها شروع کردن. در این قسمت شروع شد. حالا خود تصویر جمع‌تر بکنیم. ساخت و ساز ها مشخصا از اینجا شروع شد تا به اینجا. اما پروژه اصلی این مکان بودش که به اسم بازسازی یا ساختن سازه های جدید شروع به کار کردن. از اینجا حفر یک تونل شروع شد که این تونل ها هم از این قسمت خورده شد، تونل ها رو زدن دقیقا به زیر آرامگاه که به تونل اصلی برسن که به سمت آرامگاه یا مقبره اصلی هدایت میکرد. و یک راه دیگه این تونل ها دقیقا به سمت خیابون حرکت میکرد، تونل های دوره خودش به زیر خیابان اصلی حرکت میکرد. یعنی در اینجا بهتر مشخص میشه پروژه‌ای که شروع شد، حفاری بزرگی شروع شد به صورت محرمانه و این حفاری از این نقاط شروع شد که از زیر خیابون یک مسیر بزنن که به سمت تونل اصلی هدایت میشه. از این قسمت ها هم تونل ها زده شد که مشخصا این قسمت رو دربر گرفت، این قسمت هم دربر گرفت و این تونل ها مستقیما باید حرکت میکردن به سمت تونل اصلی که هدایت بکنه به سمت آرامگاه و مقبره اصلی. و 4-5 سال پیش عزیز من پیکر حضرت حافظ از این مکان دزدیده شد توسط بهاییان و یهودیان و زرتشتیان، اما در پوشش شیعه و سنی و در سمت‌های دولتی، امنیتی، میراث فرهنگی، اوقاف بردن. عزیز من ملمیز استخوناش آتیش زدن، چه بلایی سرش آوردن، کتاب‌هاش هم که به سرقت بردن، اشیایی و گنجینه‌هایی هم که در اونجا بود که هدایای پادشاهان بزرگ بود به حضرت حافظ، اون هم که به سرقت رفت از این مکان. یعنی تو داری در این مکان دور قبری داری میچرخی عزیز من. در این مکان تو داری دور یک قبری داری میچرخی که در اینجا جنازه وجود نداره. عزیز من 4-5 سال پیش تخلیه کردن. ما سعی کردیم به شما مردم بفهمونیم، نزدیک به 4 سال پیش سعی کردیم بهتون بفهمونیم، اما شما درگیر کی بودید؟
درگیر مخبرین میراث فرهنگی و مخبرین وزارت اطلاعات در فضای مجازی بودی، به مانند فرید باقری مادرجنده، بیناموس زنجنده، به مانند کوسار بادفر زنجنده و مادرجنده هر جایی، به مانند شاهین احمدی نمین، به مانند اینا شما درگیر این مادرجنده ها بودید، این مخبرین مجازی بودید که حواس شما رو کارهای آقای رضا صاحب‌پور پرت بکنن که اطلاع رسانیش نخواد دیده بشه. عزیز من که متوجه اینجور غارت‌های نخواهید شما بشید. وظیفه اون مخبرین مادرجنده این بود و خوبم به وظیفه‌شون عمل کردن و در این قضیه میراث فرهنگی کمک کرد. بزرگترین خیانت در این قضیه رو به شما هموطنان، هموطنانی که دنبال زرق و برق زندگی افراد هستید، نه مغز و فهم و شعور و تخصص اون افراد، بزرگترین خیانت رو میراث فرهنگی بهتون کرد و با ماموریتی که دادن به قوه قضاییه سعی کردن که آقای رضا صاحب‌پور رو زیر فشار بذارن و طریق عوامل دیگه شون به مانند غلامرضا تاشگردون، اون نماینده مجلسی که تو علی‌آباد کتول بود، سعی کردن که آقای رضا صاحب‌پور زیر فشار بذارن، از میدون به در بکنن و مخبرین کسکش مادرجنده‌شون در فضای مجازی دست در دست اونها فقط حواس مردم رو پرت بکنن، مردم نگاهشون نره سمت اطلاع رسانیه آقای رضا صاحب‌پور. حماقت و خریتتون رو که یادتون نرفت مردم، حماقت و خریتتون که یادتون نرفته که شما چه مدلی تیشه به ریشه این سرزمین زدین و خیانتی که نباید میشد شد. آقای رضا صاحب‌پور سعی کرد بهتون بفهمونه، جوابش چی بود؟ متوهم. چیزی که شاخصه هفت جد و آبادتون بود هی به آقای رضا صاحب‌پور نسبت دادید. حالا الان باید بشینی دو دستی محکم بکوبونی تو سرتون. شما ملتی هستید، یه تعداد قابل توجهی، تو ما همه مردم جمع نمی‌بندیم، یه تعداد قابل توجهی از شما مردم که دنبال زرق و برق زندگی افرادید که فلان مدل ماشین داره، فلان خونه داره، زندگی داره، پس یه عقلش بهتر کار میکنه. دنبال افرادی که با دانش و آگاهی هستن دنبال اونا نمیری و فقط به صرف این که افراد زرق و برق زندگی دارن، نه مغز، نه دانش، نه تخصص، شما ملتی هستید که لیاقت حافظ رو ندارید. باید این مدلی ببینیم، بهایی دوزاری، یهودی دوزاری، زرتشتی بی‌ناموس دوزاری در پوشش شیعه و سنی بیان بزنن اینطوری آرامگاه حافظ رو از زیر تخلیه بکنن و ببرن و فقط برای تو یک بنا فقط بذارن، فقط یه بنا فقط برای تو بذارن، یه سبک معماری فقط برای تو بذارن، اما پیکری نیست زیر این مکان، تو فقط داری دور قبری میچرخی که در اون جنازه وجود نداره. نزد آرامگاه صوفیان رفتن لیاقت میخواد، علاق، علاق، چارپا. وقتی که این لیاقت رو نتونیم درک بکنید باید با پیکرش هم خدافزی بکنید. هفت سال تمام اطلاع رسانی شد، هر رو توهینی که تونستی شما مردم کردید، شما مردم، مردمانی که دنبال زرق و برق زندگی افرادن، نه مغز و فهم و شعور اون افراد. میتونید برین چک بکنید، میتونید برین چک بکنید. البته سعی بکنید بری تو حفاظت اطلاعات دنبال چهار نفر بگردید که واقعا شیعه باشن، سنی باشن. تو اطلاعات سپاه برید افرادی رو بگردید پیدا بکنید که شیعه باشن، سنی باشن، یهودی و بهایی و زرتشتی در پوشش شیعه و سنی نباشن. تو باید رئیس میراث فرهنگی
شیراز رو بگیری اعدام بکنی. شهرداری شیراز که دست یهودیان بود که تو این پروژه نقش داشتن، برای این دزدی که پیکرم از ایران خارج کردن و بردن، پیکر حافظ رو از ایران خارج کردن و بردن، کتوباش هم خارج کردن و بردن، باید شهرداری شیراز رو بگیری ناموسش رو بگایی که دست یهودی ها و بهایی هست، دست زرتشتی هست. وجودشو داری؟ غیرتشو داری؟ نه تو غیرت این کارو داری؟ امیدوارم داشته باشی. و این همین مدل پروژهی که روی آرامگاه حافظ پیاده شد، رو بقیه آرامگاه هم پیاده میشه. یک دفعه میبینی آرامگاه عطارم از زیر زدن خالی کردن بردن. و خیلی از بزرگانی که در این سرزمین پیکر پاکشون آرمیده، از زیر یه تونل زدن پیکر رو برداشتن بردن. حالا تو برو دور قبر خالی هی به چرخ اولاق، برو هی دور قبر خالی به چرخ اولاق اولاق، برو دور اونباله قبر خالی، برو دور قبل قبر خالی به چرخ. لیاقتت بیشتر از این نیست. وقتی آقای رضا صاحب‌پور داشت اطلاع رسانی میکرد، میزد سر کلش میگفت هموطن بیا به من کمک بکن، بیا همراهی بکن، بیا تو این اطلاع رسانی به من کمک بکن، لامصب این برای خودته، این برای آیندگانه. بعد میرفتی لایوهای اینستاگرامی امثال فرید باقری بیناموس زنجنده کوسکش پدر با کوسار باطفر میدیدی که میگو آقا جان گنجینه بمونه برای نسلهای بعد. پیکر حافظ یه گنجینه بود که برای نسلهای بعد باید میموند. شما دنبال روی مخبرین میراث فرهنگی و وزارت اطلاعات افتادی. البته به مانند فرید باقری و کوسار باطفر و شاهین احمدی نمی فقط همین سه نفر نبودن ها. مثل اینا شاید حداقل نزدیک به بالای 150 نفر 200 نفر 300 نفر دیگه بودن. شما ملتی بودین که وقتی رضا صاحب‌پور داشت هنجرش جر میاد که آقا داره چه خیانت هایی میشه، عزیزم بیا کمک بکن تو اطلاع رسانی به من، بیا پشت من باش. امثال غلام رضا تاجگردون مأمور شده و اجیر شده بهاییت و یهودیت بودن برای ضربه زدن به رضا صاحب‌پور که عواملشون رو بفرستن، عواملشون توی قوه قضاییه. ببینن اون قوه قضاییه عواملش توی اسفراینن، توی خراسان شمالین، توی استان گلستانن. از هر طریقی که میتونه آقا شکایت برای رضا صاحب‌پور بذارید، برای آقای رضا صاحب‌پور بذارید که بتونیم تخریبش بکنیم، جلوی اطلاع رسانیشو بگیریم. مخبرین اونام که در مجازی هستن، حواس این مردمی که دنبال زرق و برقن پرک میکنن، کسی حواسش نرسن تا حافظیه نتونه آقای رضا صاحب‌پور اطلاع رسانی بکنه که ما بتونیم آرامگاه‌هایی به مانند آرامگاه حافظ رو راحت تخلیه بکنیم از زیر. پیکرشو ببریم، کتابشو ببریم، گنجینه‌شام ببریم، یه قبر خالی هم برای این شیعه و سنی که دنبال زرق و برق زندگیان نه مغز افراد برای اینا بذاریم. اینا لیاقتشون بیشتر از این نیست. اینا لیاقتشون بیشتر از این نیست. لیاقتشون بیشتر از این نیست. سعی بکنیم هی رضا صاحب‌پور سانسور کنیم. ثمره سانسور چی شد؟ هموطنی که دنبال زرق و برق زندگی افرادی و مبنای با آخرت بودن و فهم و شعور بودن افراد بر مبنای زندگی و ماشین 5 میلیاردی شه، نه تخصص و مغزش. ثمره این خریت تو این بودش که پیکر حافظ و گنجینش رو برداشتن بردن. آدم مطمئن دارین تو سیستم بفرستین برین چک بکنید پیکری از حافظ در این مکان شما نمیبینید. قبری هم که در اینجا قرار داره، این قبر که در اینجا قرار داره، عزیز من، این یه قبر نمادینه، قبر سنگی مرمری که در بالا میبینی قبر نمادینه، قبر اصلی نیست. پیکر اصلی در زیر قرار داره که یک آرامگاه اتاقکی از ساروش ساخته شده، زیر این مکان قرار داره. پس این قبر نمادین رو دل بهش خوش نکنی. قبر نمادینه، پیکراسی زیر آرامگاهه. آدم مطمئن دارید که میدونید که بهایی و یهودی و زرتشتی نیست و واقعا شیعه است، واقعا سنیه. بفرستیم برای اینا چک کنن که البته اگر نون خیانت نخورده باشن که بهتون حقیقت رو بگن. اینجا هیچ پیکری قرار نداره، هیچ پیکری قرار نداره.
شما ملت زرخ و برقید. وقتی که امثال رضا صادق‌پور داشتن بایکوت میکردن و سانسور داشتن میکردن و توی هموطن داشتی میخندیدی که میگفتی این متوهم رو جمعش کردن دیگه، خب خدا رو شکر دیگه این متوهم نیست دیگه، پیکر حافظ داشتن میبردن، چیزی که رضا صادق‌پور سعی میکرد به تو بفهمونه. حتی بلند شد رفت آقای رضا صادق‌پور رفت شیراز که بهت بفهمونه آقا اینجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. اما یک تعداد قابل توجهی از این مردم دنبال زرق و برق زندگی بودن که ببینم مخبرین وزارت اطلاعات و میراث فرهنگی، البته این مخبرین وزارت اطلاعات و میراث فرهنگی میگم برای اون بدنه وزارت اطلاعات که حداقل تا نزدیک به 80% بهایی و یهودی و زرتشتی هن، اما در پوشش شیعه و سنی هن. و دیگه میراث فرهنگی رو دارم میگم یعنی که نزدیک به 98% بدنه میراث فرهنگی بهایی و یهودی و زرتشتی هن، اما در پوشش شیعه و سنی. در بدنه دولتیش هم ما همین بدبختی رو داریم، در بدنه اوقافش هم ما همین بدبختی رو داریم، همه جاییه. وقتی که آقای رضا صادق‌پور داشت هنجرش جر میداد برای این مکانها، سعی میکرد به تو بفهمونه و آقای رضا صادق‌پور رو توی هموطن داشتی به بهاییت داشتی کمک میکردی برای سانسور کردن آقای رضا صادق‌پور، برای این هدف، برای این بودش که ذهنتو پرت بشه که این مکان از زیر راه بزنن و تخلیهش بکنن عیز من، و در این امر موفق بودن و چهار سال نزدیک به 5 سال پیش پیکر از اینجا بردن. آقای رضا صادق‌پور هم همه جوری زیر فشار گوشن که نتونه حرف بزنه، چون اگه میخواست حرف بزنه تو همون هموطنی بودی که میگفت آقا این متوهمه که. بعد میرفتی ببینی مخبرین مجازی چی دارن میگن، میگن آقا بله اگه کسی به پا به پول دستش به بار رسیده باشه باید زندگیش این باشه، زندگیش این باید باشه. و مخبرین حفاظت اطلاعات و میراث فرهنگی سعی میکردن ذهنتو رو از صحبتهای آقای رضا صادق‌پور پرت کنن که تو متوجه نشی چه خیانتی داری میشه. البته اینو من بگم، وقتی که تو یک ملتی رو داری میبینی، یه تعداد قابل توجهی از این ملت رو داری میبینی که دنبال زرق و برق و زندگی افرادن، نه تخصص، نه مغز پر، نه دانش اون افراد، فقط به صرف این که طرف ماشینش شیه، خونش شیه، فقط دنبال اینجور مسائلن، نه تخصص و دانش افراد، نه وطن پرستی افراد، نه میهن پرستی اون افراد، اینا ملتی اینکه گوساله به دنیا میان و پستر و هزار برابر خارتر از یه گاو میمیرن، به مانند گوسالهی به دنیا میان و هزار برابر پستر و خارتر و حقیرتر از یک چارپای به نام گاو میمیرن. برید حالا دور این آرامگاه که جنازهی در اون قرار نداره، برید بچرخید.